مخاطب تو گذاشتی جلو و حالا که داری با این کانال های مختلف نگاه میکنی، میخوای پول خرج پول بینشون پخش بکنی، نگاه میکنی میبینی که اصولا البته در آنلاین مارکتینگ این بخش خورده ساده تره باجتینگ. دلیلش هم این است که تقریبا شما با هر بودجه میتونی وارد هر مدل از کمپین تبلیغاتی بشی تقریبا. بنابراین ترس نداره که مثلا بگی خب من کلا مثلا موجودیم $1,000، من $1,000 رو چجوری بین این 5 مدل مختلف آنلاین مارکتینگ خرج بکنم؟ اصلا کاری نداره. وقتی شما میتونید با $20 تبلیغات رو سوشیال میدیا شروع بکنید، $10 شروع بکنید، خب دیگه از چی میترسید؟ بنابراین میشه بخشش کرد، سخت نیست، به سختی مارکتینگ پلن معمول نیست که از همه ابزارها هم داره استفاده میکنه، اونجا خیلی سخت داره برای پخش کردن بودجه. اما به هر حال اینجا هم سختی خودش رو به یه شکل دیگری خیلی کمتر ولی به هر حال داره که شما میمونید تو تصمیم گیری که این پوله رو چجوری بین این کانال رو تقسیم کنید، که اینجا برمیگردی به اون یادداشت ها و نوت های اولیت و بر اساس نوت هایی که اول نوشتی برای خودت از اونها استفاده میکنی. یعنی که میری نگاه میکنی میبینی که اون حیاتون باشه تو اون آنالیز اولیه به این رسیدیم که چه ابزارهایی تاپ ترن و محبوب ترن در نظر کاری داره بیشتر استفاده میشه و شما اونها رو میذاری مد نظرت و به همون نسبت از بالا میای پایین. اون محبوبیت به دو دلیل بود، یکی اینکه بیشترین بازخورد داره از مارکت، بیشترین جذابیت برای مارکت داره، و دومی دلیلش اینکه به بیزینس شما هم بخوره، چون ممکنه یه مدلی از آنلاین مارکتینگ باشه، روش های تبلیغاتی آنلاین باشه که به درد بیزینس کاری شما اصلا مناسب بیزینس کاری شما نباشه اصلا، یا براساس اون هدفایی که شما دارید. اینا رو تو اون آنالیز کردن اولیه با یه آدم وارد به این رسیدین که آیا من به این هدف ها میرسم با اینا یا نه. با توجه به اون تاپ لیست، یعنی ابزارهای اولیه که تو مارکت لیستش به دست اومد، و با توجه به اهدافی که شما داری، از دل این اون تاپ ترا رو در میاری، میشه پولتو میذاری رو اونی که از همه نزدیکتر شده به اون خواستهای شما و پولتو اونجا خرج میکنی اگر که محدودیت های بودجه داری. مرحله بعدیش این است که ما وارد استفاده از اون هم میشیم، یعنی اینکه ما چنل ها رو مشخصا معلوم کردیم، میدونیم میخوایم تو سوشال میدیا باشیم، میخوایم بریم تو خدمت تو عرض شود که گوگل باشیم، میخوایم بریم ایمیل مارکتینگ کنیم و ابزار دیگه که حالا جلو تدارک صحبت میکنیم. تکلیف خودمون رو با این قضیه روشن کردیم و میخوایم که بریم این کار انجام بدیم، ولی اتفاقی که افتاده این است که روش های استفاده ازش اینا الان خیلی ساده شدن، یعنی الان دیگه به سختی سابق نیست که هرچی عقبتر برگردیم یه خورده پیچیده تر بودن اینها استفاده ازش، الان بسیار ساده تر شدن و شما خیلی راحت تر از سابق میتونید یه آگهی رو یکی از این ابزارهای تبلیغاتی که برای مارکتینگ استفاده میشه رو میتونید ازشون استفاده کنید و اوردر بدین. کماکان توصیه من به شما این است که در همین بخشم تا میتونید از آدم هایی که خیلی بچه وارد این بیزینس هستن استفاده کنید تا جایی که ممکنه، به خاطر اینکه اونها با توجه به تجربیاتی که دارن، همیشه من به شما چی گفتم سواد به من از نظر من تجربه در وهله اصلیه، و حالا چه بهتر که افرادی که سواد آکادمیک دارن میتونن اون سواد آکادمیکشون رو اگر با تجربه میکس بشه که دیگه نور علی نور میشه و خیلی کاربردی میشه براشون. اونها میان چیکار میکنن؟ میان و با نگاه کردن به خدمت تو عرض شود که با در نظر گرفتن این که چطوری میخوای کارتو به اجرا بذاری، یعنی نقشه تو رو میبینه، مارکت ریسرچ که کرده رو در نظر میگیره، اهداف تو رو میبینه، اون ابزارهایی رو که تو وجود کردی رو دیده که آقا میخوای مثلا تو فیسبوک باشی از بین سوشیال میدیا فقط و اینستاگرام، و از این طرف رو گوگل هم فقط مد نظر این است که بری فقط رو گوگل مپ قرار بگیری، و در کنار این داستان میخوای یه دونه دایرکتری محلی شهر خودتون هم هست که تو اونم باشی، دایرکتری آنلاین. وقتی که اینها رو میبینه
مخاطبت رو هم شناسایی کردی، بهش گفتی، مخاطبت رو گفتی، ابزارات رو گفتی، اون اهدافی که میخوای بهش برسی از دلینا رو همه رو برام گفتی، اون با این چیزهایی که از تو میشنوه میاد میشینه پای اون فرم اوردرینگ این داستان که چطوری به جریان میندازه. اینجا یکی اون اصلی که مطرح میشه بحث دیزاین شماست، که اگر شما داری چیزهای گرافیکی استفاده میکنی، در چیزی که داری معرفی میکنی چیزهای گرافیکی توش داره، مسلما باید اون اصلهای متفاوتی که در زمینه مارکتینگ همیشه ما میگیم رو رعایت بشه. یک، این چیزی که داره اونجا معرفی میشه، اون روشی که داره دیزاین میشه، باید یه چیزی باشه که معرف شما باشه، هارمونی داشته باشه با کارهای دیگه که میکنید. اگر بخشی از یک کمپینه، اگر یه بخشی از یک کمپینی که در چیزهای دیگه هم توش درگیر هستن هست، باید شما این با تمام کمپین شما همه خونی داشته باشه، وگرنه پول دور ریختن کامل. یعنی شما نباید این باشه که همه خونی نداشته باشه با کارهای دیگه که میکنه. هارمونی رو توش رعایت میکنه. اگر که بخشی از یک کمپین نیست و خودش کمپینه، یعنی بخشی از یک کمپین کل نیست و خودش به تنهایی و از شما کار آنلاین مارکتینگ میکنید و اصلا کار دیگه غیر از آنلاین مارکتینگ انجام نمیدین، خودش به تنهایی باید براش فکر شده باشه که اگر قرار شد که از حالا شروع کردین شما یه آنلاین مارکتینگ یا آنلاین تبلیغ رو شروع کردین، باید مچ باشه با کاری که داره هفته دیگه تو کمپین دیگه‌تون انجام میشه یا روزهای دیگه. چون از جذابیت‌های آنلاین مارکتینگ چی گفتیم؟ گفتیم تعدد کمپین درست کردن، کمپین‌هایی که میتونه حتی روزانه و ساعتی باشه. یعنی شما در یک ساعتی از روز کمپین رو تعریف می‌کنید، در ساعت دیگه از روز یک کمپین دیگری از اتفاقات داره ران میشه، و این اگر تعدد کمپین داری تعریف میکنید، باید توی شکل و شمایل و فضای این معلوم باشه که شما این، یعنی همه اینا به هم ربط پیدا کنه. اون وضوح آگهی باید معلوم باشه برای چی دارید شما آگهی میکنید، تبلیغ چیه. این که یه چیز خیلی بعضی وقتا هست که میان یه چیز معروف و جذابی رو تبلیغ میکنن که مثلا مردم وقتی اونو ببینن با کلیک کردن اون برسن به اون هدفی که اینا دارن. اگر قرار شما از این استفاده کنید، به روش گول زنک نباید باشه. این باید به این روش باشه که شما دارین چیزی رو تبلیغ میکنید که باید یه جوری ریلیتد باشه. اگر من خریدار حس گول خوردم بهم دست بده که گول خوردم اومدم تو اون صفحه و دارم از شما میرسم به اون، توجیهی در این وجود نداره و یه عالم شما اینها رو از دست میدیم فقط به خاطر اون پری جاجمنت، اون پیش داوری که برای افراد درست کردیم. پس تو دیزاینتون هارمونی رو رعایت میکنین، پیش داوری ایجاد نمیکنین، چه خوب چه بد فرق نمیکنه، کاری نمیکنید که حس کنه گول خورده. یعنی وقتی بیاد اونجا و حس کنه که اون چیزی نبود که تبلیغ دیده، گم و گور میشه، از بین میره. حتما باید یه دونه واضح باشه اون چیزهایی که اونجا میذارید، خیلی فونتای مرتب، رنگای مرتبی که به اون کاری که میخواییم بخورید بخوره. چیز دیگه که تو اون دیزاین در نظر میگیرید این که وقتی که اونجا داره کلیک میشه از اون تبلیغ داره میره به یه صفحه ای، به حتما باید لندینگ پیج داشته باشین شما. یعنی باید اون صفحه‌ای که باز میشه، اگه قرار باشه فقط وبسایت شما باشه، تقریبا شما 99% از کسانی که دارن میان از دست میدین، باید یک صفحه طراحی بشه تو وبسایت شما قرار بگیره که مستقیما ربط داشته باشه به اون تبلیغ که دارید میکنید. اگر تبلیغ کردید که من خودکار دارم میفروشم با 20% تخفیف، زمانی که اون صفحه باز میشه باید همون خودکار با 20% تخفیف اعمال شده آماده اونجا باشه و فقط من خریدار میام انتخابمو میزنم، اتو بسکت میکنم و میخرمش، تمومش میگیره. یا اگر مثلا یه کوپونی رو شما ایجاد کردید و میخواین طرف این کلیک کنه بیاد اونجا این کوپون رو برداره، باید صاف وقتی اومد تو اون صفحه اون کوپون رو ببینید و بگید خیلی خوب، شما ایمیل تو هم بده، تلفن تو هم بده، برو این کوپون رو بردار و برو حالش رو بر از این کوپون استفاده کن. پس لندینگ پیج کارش این است که کارو تموم کنه. کار لندینگ پیج این است که تا طرف رسید و بگه که حس کنه، اون مخاطب حس بکنه که از اون تبلیغی که رسیده به این همونی بوده که میخواسته،
و بی برو برگرد میفهمه، همونو میفهمه، یعنی فیلینگ این صفحه، احساسی که در صفحه لندینگ پیج پیدا میکنه با اون چیزی که در آگهی دیده باید با هم بخونه. اگر این چیزی که در آگهی داره میبینه، مثلا میگم رنگ قرمز به کار رفته اینجا، بعد میاد اینجا همه چی اینجا مشکیه، خب شما من توضیح بده که اگر دلیل و یا نقشه خاصی پشت این نخوابیده باشه که یک چیزی دلیل داره که این رنگ مشکی به کار رفته اینجا، این کار احمقانه ترین کاری بوده که شما بیای یه چیزی رو با یه فضا و رنگ دیگه نمایش بدی، بعد طرف بیاد توی اصلا فکر میکنه اشتباه اومده، فکر میکنه یه جای اشتباه اومده، بعد دوباره همون شما یه عالمه ریزش پیدا میکنی از بین آدمهایی که اونجا هستن و کارت راه نمیفته. به دلیل چی؟ به خاطر اینکه یه اشتباه کردی در سیستم رنگ بندی و فضا سازی، یعنی فضا سازی آگهی با فضا سازی لندینگ پیجت باید بخونه. لندینگ پیج هم که معنیش رو گفتیم، صفحه‌ای است که در وبسایت خودتون درست میکنید، یا حتی مثلا اگر دارید میفرستین به هر چیزی که دارید میفرستین، مثلا ممکن دارید میفرستین به صفحه‌ای که از سوشال میدیاتون، باید اون فضای اون صفحه سوشال میدیاتون با اون آگهی بخونه و به طور مشخص باید صاف اون چیزی رو که تبلیغ کردین رو معرفی کنه که بتونین حد اکثر انگیجمنت رو ایجاد کنید و حد اکثر اتفاق نهایی که میخواید نتیجهتون باشه، حالا یا فروشه یا گرفتن انفورمیشن از اوناست و یا اینکه چیزی رو انتظار دارید که اونا از اونجا پرینت کنن بردارن بعدا بیان سراغ شما، و هر مدل چیزی که میخواین باید اینجا توش در نظر گرفته باشین. تحت عنوان چی؟ تحت عنوان اینکه از این توی دیزاینتون رعایت کردین. پس زمانی که دارین یکی از کارهایی که دارید میکنید، دارید با هر اکسپرتی، با هر آدم واردی دارید کار میکنید که میخواین آگهیتون رو ران کنید، این که میخواین آگهیتون ران کنید، این مجموعی از مسائل رو در نظر میگیرید. حالا اون آدمی که میخواد آگهی شما ران کنه یا خودتون که میخواین آگهیتون رو روی سوشیال میدیا یا گوگل یا هر جا بذارین، بر اساس این مجموعه اینفورمیشن ها که جمع کردیم از جمله مخاطب، اومدیم از جمله که چرس کنم، یعنی مهمترین بخششون مخاطب بود که تارگت مارکت چیه، میای و کمپینت رو تعریف میکنی. این امکانات رو به شما میده که خیلی ساده، حالا جلوتر یه خورده تو دیتیلزش میریم که تعریف بکنی به کی و چگونه و به چه شکل و شمایلی میخوای حمله ور بشی به مارکت و چه چیزایی رو میخوای بگی. بنابراین میای تارگت مارکت رو توش تعیین میکنی، میای مسیجت رو مشخص میکنی، شعارهایی که میخوای توش بدی، لینک مشخصی که میخوای توش نمایش بدی، لینکی که نمایش بدی با لینکی که قرار بره بهش، اینا همه فکر میکنی دربارش با توجه به داده ها و اون آنالایز های بالا، و میای آگهی تو ران میکنی. زمانی که شما یه کمپین رو شروع میکنید توی این آنلاین ابزارهای تبلیغاتی آنلاین، از جمله خانواده دار دسته گوگل و دار دسته سوشیال میدیا ها، بخش دیگری که در نظر میگیرید همیشه ارزیابی کاری که کردید، میجرمنت میکنید، اندازگیری میکنید، آنالایز میکنید، اوالویت میکنید که این کارهایی که دارید شما کردین، اون کمپینایی که به کار بردین چه اتفاقی افتاد، آیا اون جوابی که شما مد نظرتون بود دلش در اومد یا در نیومد. اگر اون جوابی که دارید میبینید با اون هدفهایی که در بالا تعریف کردید مچ نمیشه، با اون اندازه گیری نمیشه، پس یه جای کار اشکال داره و باید آدم بره توش و شروع کنه با ور رفتن توش این رو اصلاح کنه و مسیرش رو ببره به سمت دیگری. پس اینجا اونجاییست که شما هی در نقطه اندازه گیری کمپین ها رو، اصولا خیلی وقتا در دنیای آنلاین ما زمانی که مارکتینگ پلن درس میدیم همیشه میگیم که شما تست کنید اون کاری که میخواید بکنید، تا جایی که میشه تست بکنید. در تقریبا همه مدلی از مارکتینگ پلن، ابزارهای مارکتینگ، توی مارکتینگ پلنتون که دارید می‌نویسید، تقریبا همه‌شون سخت تست کردنش، همه‌شون فضای تست کردن توش مشکله، به غیر از تو آنلاین مارکتینگ. یه جورایی تو آنلاین مارکتینگ ساده ترین روش ابزار تبلیغی شماست، ابزار بازاریابی شماست که شما میتونید تست بکنید. خب پس بنابراین کمپین‌های اولیه رو با همین با در نظر گرفتن چنین جذابیتی بذارید کمپین های تستیتون، تست بکنید. وقتی که تست میکنی آنالایز رو نگاه میکنی که الان در برایش صحبت میکنی، و در اون دل اون آنالایز ها تصمیم میگیری که آیا تغییر در مسیرت بدی یا اینکه مسیر همینیست که هست خوبه و ادامه بدی. خود خاندان گوگل، مجموعه ابزارهایی که در گوگل وجود داره و
کل تقریبا سوشیال میدیه ها یه ابزارهای اولیه خیلی خوبی رو، ابزارهای اولیه به معنی بیسیک نه، ابزارهای خیلی خوبی رو دارن برای اینکه شما به شما آنالیز بدن از کاری که کردین. قشنگ برید نگاه میکنید با اون چیزهایی که اونا در اختیارتون گذاشتن که شما کیا دیدن، چند تا دیدن، به چه شکل شمایی بوده، همه اینا رو به شما میدن، یه مجموعه از آمارها که شما از بین اون آمارها، از با دیدن اون آمارها میتونید تصمیماتون رو بگیرید. ولی در کنار این داستان اگر هم از این تیپ آمارها سردر نمی آوردید، همون کسانی که کارهای اکسپرت بودن در زمینه، وارد بودن تو زمینه کارشون و میدونستن چی کار باید بکنن، این کارا رو بلد بودن، همونا به شما این آمارا رو براتون معنیش رو مفاهیمش رو میگن که شما الان به همچین چیزایی رسیدین و از دل این کمپین و این اتفاقات افتاده و حالا شما چیکار کن، بیا از این مثلا مسیر تو این تغییر درش بده با توجه به این داده هایی که الان داریم میبینیم، یا یعنی اینکه نه داده خیلی خوبیه، حالا تستم هم گرفتیم، میتونیم اینو هی وسیع‌ترش کنیم، حجم روزش و حجم جغرافیاشو بزرگتر کنیم و این چیزایی که روش میشه مانور داد که از حالت تستی درش بیاریم، در اصل از بتا ورژن کارمون درش بیاریم و ببریمش توی اجرای واقعی و کمپین رو بندازیم به جریان. در کنار یه عالمه سافت ور اومده، یه عالمه آنلاین کمپانی های اومدن که کارشون همینه، یعنی کارشون برای شما این است که آنالایز میکنن کاری رو که شما دارید میکنید. حتی خیلیشون خیلی جالبه که شما از طریق همونا میتونی ادورتایز رو ران کنی، یعنی اونا همون آدم اکسپرتن، یعنی اونا همون آدم واردن که خود اونها میان برای شما کمپین رو مثلا تو سوشیال میدیا ها و گوگل و اینها تعریف میکنن و خود اونها هم به شما میان و آنالیز های خیلی قوی میدن و به شما بازخوردهایی میدن که شما به یه اینفورمیشن هایی به دست پیدا میکنید که از دو طرف، یکی از این نظر که تصمیمتون در دنبال راه رو اصلاح کنه دیگه ادامه بدین، یعنی در اون کاری که شده، و از طرفی هم اون آنالایز ها یک